بسم الله الرحمن الرحیم. برادر گرامی جلالت مآب عمران خان صدر اعظم جمهوری اسلامی پاکستان، جلالت مآب جناب آقای گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد، جناب آقای گرندی کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، دکتر صبح خیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا، وزرا، سفرا و نمایندگان محترم دولت ها و سازمان های بین المللی، مهمانان عالی قدر، خانم ها و آقایان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ابتدا از دولت جمهوری اسلامی پاکستان و مخصوصا جلالت مآب عمران خان صدر اعظم صمیمانه تشکر میکنم که به مناسبت 40 سالگی میزبانی پاکستان از مهاجرین افغان این کنفرانس مهم را دایر کردن و همچنین از نمایندگان همه کشورها و سازمانهای بین‌المللی از مقامات سازمان ملل متحد مخصوصا جناب آقای گوترش تشکر میکنم که هم در برگزاری این کنفرانس همکاری کردند و اشتراک کردند و همواره در طول این 40 سال از حامیان مهاجرین افغان بودند. حضار گرامی، متن کامل سخنرانی به انگلیسی و خدمت شما توزیع شده، ما خلاصه او را در چند نقطه خدمت شما ارائه میکنم. در این رابطه سه موضوع مرتبط به هم درباره دیدگاه های دولت افغانستان را خدمت شما مطرح میکنم. اول موضوع مهاجرین. ما در تاریخ و فرهنگ دینی خود دو تجربه بسیار ارزشمند از مهاجرت در صدر اسلام را داریم. یکی مهاجرت و پناه آوردن جمعی از مسلمانان به حبشه و دیگری به مدینه. این مهاجرت ها روابط دوستی و برادری بین ملت ها و اقوام مخصوصا بین مسلمانان و مردم حبشه را مستحکم ساخت و در مدینه باعث برقراری صلح بین باشندگان آن گردید. و مهمتر از همه این که در مدینه به دولت سازی و ملت سازی و ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی منجر شد. مهاجرت مردم افغانستان در دوره جهاد ضد شوروی سابق نمونه از همین مهاجرت ها بود. در دهه 1980 بیش از 60 میلیون افغان به پاکستان و ایران مهاجر شدند. ما از پاکستان و ایران از بابت این که در آن سالهای جنگ و جهاد به مردم ما پناه دادند و پناهگاه برای همیشه سپاسگزار هستیم. در آن سالها پاکستان برای ما واقعا یک پناهگاه بود. پناهگاه به معنای واقعی کلمه که رشته های دوستی و برادری بین دو ملت را نیز برای همیشه محکم و استوار ساخت. بدون شک حضور انبوهی از مهاجرین ما در کشورهای همسایه مشکلاتی هم برای میزبانها داشته است. اما میخواهم تأکید کنم که در بسیاری از حالات مهاجرین ما در اقتصاد این کشورها نقش مثبت داشتند. مهاجرین ما معمولا بار دوش میزبانهای خود نبودند، بلکه با حفظ عزت و غرور خود کار کردند و از آبله دست خود نان خوردند و حتی با عهده گرفتن کارهای شاقه و طاقت فرسا در کشورها سهم بزرگی در آبادانی آنها آبادانی کشورهای میزبان داشتند. اما از سال 2001 به بعد که در افغانستان یک نظام مبتنی بر قانون اساسی و انتخابات حاکم شد و پاکستان هم این دولت و مشروعیت آن را به رسمیت شناخت، متاسفانه گروههایی از مخالفین دولت افغانستان در پاکستان از میان مهاجرین به سربازگیری دست زدند و در حقیقت از کمپ‌های مهاجرین برای خود پناهگاه و آموزشگاه ساختند و در همین کمپ‌ها علیه دولت مشروع افغانستان دست به تبلیغات زدند و حتی جنگ‌های تخریبی و تروریستی را بر ضد دولت مشروع افغانستان آغاز کردند. این وضعیت باعث شد که خشونت‌ها و بی‌ثباتی ها و ناامنی ها در افغانستان همچنان تا کنون تداوم پیدا کند. جناب مآبان گرامی، در رابطه با عودت مهاجرین چند نکته کوتاه را یادآوری میکنم. یک،
در طول 5 سال اخیر برخلاف تصور جامعه بین‌المللی عودت مهاجرین به عنوان یک موج دوامدار از پاکستان و ایران به صورت پیوسته جریان داشته است. از سال 2002 تا 2019 میلیون ها مهاجر از کشورهای مختلف مخصوصا پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. ما همیشه از عودت مهاجرین استقبال کرده ایم و همچنان استقبال میکنیم. دو، اما واضح است که موضوع مهاجرین افغان در پاکستان یا ایران و یا هر جای دیگر نباید به یک مسئله سیاسی و به یک عامل فشار بر حکومت افغانستان تبدیل شود و مهاجرین ما نباید به خاطر مسائل سیاسی مورد بیمهری و فشارهای بیجا قرار گیرند و حقوق بشری آنان تلف شود. ما بر این باوریم که باید با کمک و مشوره همدیگر و با نظارت سازمان ملل متحد برنامه و مکانیزم مشترکی را تنظیم کنیم که عودت به عنوان یک پروسه عادی و منظم و با آگاهی و آمادگی و همکاری دو طرف تطبیق شود. سه، در مکانیزم عودت باید در پرتو معاهدات و اسناد بین‌المللی اولا عودت باید داوطلبانه باشد و نه اجباری و به صورت اخراج گروپی و ثانیاً باید تدریجی بوده و تقسیم اوقات منظم داشته باشد و سوم در میان مهاجرین ما یک گروه بزرگی از افرادی هستند که صاحب دانش، تخصص و سرمایه هستند. باید با آنان اجازه داده شود که به صورت قانونی دانش و سرمایه و کسب و کار خود را به افغانستان انتقال دهند. چهار، نکته مهم این است که جامعه بین‌المللی باید یک نقش روشن و شفاف و مؤثر را به عهده بگیرد. ما در عودت مهاجرین از کمک‌های نقدی و جنسی به مهاجرین استقبال می‌کنیم، ولی این بسنده و مفید نیست. باید همکاری و کمک جامعه بین‌المللی رشد محور باشد و به ایجاد شغل و اقتصاد پایدار در افغانستان کمک کند. دوم، موضوع جنگ و صلح در افغانستان. در این رابطه چند نکته کوتاه را قابل تذکر می‌دانم. یک، از آنجا که عودت مهاجرین پیوند وثیق به مسئله صلح دارد، ما از مذاکرات بین طالبان و ایالات متحده آمریکا به منظور امضای یک موافقتنامه به تمام معنا استقبال می‌کنیم. ولی ما انتظار داریم که امضای این موافقتنامه زمینه را برای گفتگوهای مستقیم بین طالبان و دولت افغانستان فراهم گرداند. دو، دولت جمهوری اسلامی پاکستان باید در ایجاد صلح با ما شریک باشد. میخوام صادقانه بگویم ما بدون مشارکت پاکستان و سهمگیری و همکاری دولت پاکستان نمیتوانیم به صلح دست پیدا کنیم. سه، اگر طالبان پایگاه‌ها و پناهگاه‌های خود و رابطه خود با سایر گروه‌های افراطی و تروریستی را همچنان حفظ کند، هرچند آتش بس هم شود، صلح پایدار به دست نخواهد آمد. مردم ما خواستار ختم بنیادی خشونت هستند و صلح تنها یک وسیله برای ختم خشونت است. صلح واقعی آن است که همه مردم در کشور آزادانه از حقوق شهروندی خود استفاده کنند و حق شرکت در انتخابات را داشته باشند و طالبان هم مانند سایر شهروندان باید از این حقوق برخوردار شوند و در حاکمیت سیاسی افغانستان سهیم گردند. چهار، صلح به معنای بازگشت به گذشته نیست. افغانستان هم در شرایط 2001 قرار ندارد. پروسه صلح و مذاکره باید در مالکیت افغان‌ها باشد. تیم مذاکره باید با محوریت و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان به طور همشمول و فراگیر از همه مردم افغانستان نمایندگی کند. از شرایط و مقدمات اساسی و اصلی برقراری صلح این است که کاهش خشونت‌ها به گونه‌ای باشد که همزمان با تداوم مذاکرات صلح به یک آتش بس دائمی و همه جانبه در افغانستان منجر شود. سوم، موضوع روابط دو کشور. جناب صدر اعظم عمران خان، امروز افتخار دارم که در کنار شما
از روابط دوستانه دو کشور سخن میگویم. شما یک سیاستمدار مسلمان و صادق و یک فعال حقوق بشر و یک مبارز ضد فقر و فساد بوده اید و علاوه بر رهبری حکومت چندین نهاد سیاسی، علمی، صحی و ورزشی را رهبری میکنید. شما بهتر از من دردهای دو ملت و هم مشکلات دو حکومت و هم راه حل‌ها را درک میکنید و من به نمایندگی از هیئت رهبری دولت افغانستان از شما تشکر میکنم که در هر مناسبتی از افغانستان به نیکی یاد کرده و بر روابط دوستانه دو کشور تاکید کرده اید. در این رابطه چند نکته کوتاه را به عرض میرسانم. یک، ما دولت‌های افغانستان و پاکستان هیچ چاره‌ای نداریم جز این که با هم روابط دوستانه داشته باشیم. مشترکات تاریخی، فرهنگی، دینی و پیوستگی جغرافیایی و انسانی ما به حد این دو کشور را به هم پیوند داده است که هیچ کدام نمی‌تواند بدون همکاری با یکدیگر به موجودیت خود ادامه دهد. بدون ایجاد ثبات در افغانستان، پاکستان هرگز نمیتواند یک ثبات پایدار را در خود تضمین کند و هرگز نمیتواند به رفاه و اهداف اقتصادی خود دست پیدا کند. جناب صدر اعظم، شما از کسانی هستین که علامه اقبال را الگوی فکری خود اعلام کرده اید. ما هم فوق العاده به این فیلسوف، متفکر و شاعر پاکستانی احترام قائل هستیم. علامه اقبال عاشق افغانستان بود. از نظر علامه اقبال، افغانستان قلب تپنده پیکر آسیا است. او گفته بود آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است، از فساد او فساد آسیا، در گشاد او گشاد آسیا. دو، بنابراین بیاییم همه ما روایت خود را تغییر بدهیم. روایت امنیت محور و روایت تهدید پنداری باعث بدبختی همه ما شده است. در حقیقت ما نه پاکستان را تهدید برای منافع ملی خود می‌دانیم و نه افغانستان تهدیدی برای پاکستان است. اما بدون شک امنیت ملی و منافع ملی هر کدام ما به یک دیگر گره خورده است و باید تصمیمی بگیریم که این پیوند متقابل را با یک مکانیزم روشن به یک همکاری پایدار تبدیل کنیم. سه، افراطیت، تروریسم و فقر دشمنان خطرناک و مشترک هر دو کشور است و از سوی دیگر رفاه اقتصادی و ثبات سیاسی هم دو آرزوی مشترک مردمان کشورهای ماست. چهار، ما نمیخواهیم افغانستان برای ابد صحنه یک جنگ نیابتی باشد. ما اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور خود را به خوبی درک میکنیم. افغانستان برای قرنها در مسیر راه ابریشم و در چهارراه تجارت و دادوستد منطقه‌ای و بین المللی قرار داشته و برای بیش از 2000 سال نقطه تلاقی مسیرهای تجاری بین چین و هند و شرق میانه و اروپا بوده است و ما اکنون هم می‌خواهیم که نقطه اتصال منطقه‌ای و نقطه وصل همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی باشیم. طبق مطالعات بانک انکشاف آسیایی در 2005، در صورتی که 13586 کیلومتر کریدورهای جاده‌ای برای تجارت بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به شمول 3657 کیلومتر آن در خاک افغانستان اگر تکمیل گردد، تجارت منطقه‌ای به میزان 160% و تجارت ترانزیتی در منطقه به میزان 111% افزایش خواهد یافت. افغانستان کوتاه‌ترین مسیر برای انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند است که پروژه تاپی هم‌اکنون تحت کار است و همچنین صدور برق از قرغیزستان و تاجیکستان به پاکستان از طریق افغانستان یا کاسه 1000 هم‌اکنون تحت کار می‌باشد. ما برای این همکاری‌های منطقه‌ای سازوکارهای مناسبی داریم، همچون کنفرانس همکاری‌های منطقه‌ای یا ریکا، پروسه استانبول یا قلب آسیا، ایکو و همچنین سارک که خوشبختانه در همه اینها افغانستان و پاکستان با هم هر دو عضو هستیم.
5. در کنار آنچه گفتیم چند مسئله عاجل هم وجود دارد که دولت پاکستان باید برای حل آنها با ما همکاری کند. همکاری ها در زمینه تسهیلات تجارتی و ترانزیتی، حل مشکلات امنیتی، مبارزه با پولشویی و قاچاق مواد مخدر و استرداد مجرمین. در مورد استرداد مجرمین و همچنین تبادله محبوسین ما نیاز به یک توافقنامه استرداد مجرمین و همکاری های قضایی داریم که باید از طریق نهادهای مربوطه طرفین تهیه شده و هر چه زودتر به امضا برسد تا مشکلات موجود عدلی و قضایی بین ما حل شود. به امید توسعه هرچه بیشتر روابط دوستانه بین دو کشور و دو مردم ما و به امید عودت با عزت و داوطلبانه مهاجرین افغانستان. تشکر از توجه شما و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you, Afghan second wife.